من سلام، بار دیگر با شما هستم و میدونم که این گویا سومین سی دی از مجموعه ای هست که مسائل زناشویی، عشق و ازدواج و دلبستگی های سالم رو مورد بحث و بررسی قرار داده. در دو نوار قبلی، در دو سی دی قبلی، ما از مسائل اصلی و عناصر بنیادی که یک ازدواج رو هم مسون میکنه و هم به خطر میاندازه صحبت کردیم، اما یک مبحث احتیاج به توضیح بیشتری داره، برای اینکه ما نه فقط در سطح رفتاری بلکه در سطح در واقع تئوریک و فکر و اندیشه هم زیر بنای یک رابطه و دلبستگی سالم رو بررسی کنیم. من در یک جایی از سی دی قبلی به این نکته اشاره کردم که در واقع نوع دلبستگی کودک در دوران اولیه کودکی ظرفیت عاطفی او رو برای دلبندی و دلبستگی در دوران بزرگسالی، که خب ازدواج یکی از فرم‌های رسمی و نهایی اون هست، تعیین میکنه. حالا پس باید راجع به این مسئله صحبت کنیم که ما از چه سنی، تحت چه شرایطی، با کی، چگونه تجربه دلبستگی و دلبندی رو پیدا میکنیم. کمی به تئوری ها سر بزنیم. اولین کسی که در روانشناسی در واقع به این مسئله توجه کرد، بولبی، پژوهشگر انگلیسی بود و همکار او خانم آیزنورث فرد دیگری بود که کارهای او رو همزمان با او و بعد از او دنبال کرد. اینها اومدن به یه مسئله توجه کردن، خیلی جالب بود. بولبی اومد مشاهده کرد اول که جوانان و کودکانی که دشواری های زیادی دارن و مشکلات اجتماعی پیدا میکنن و بزهکار میشن و به پاره از جرائم دست میزنن، اینها نوع ارتباطشون در خانواده و با والدین به یه شکل خاصی هست و از این راه علاقمند شد و به مطالعات در واقع روابط کودک و خانواده، ارتباطات کودک با خانواده توجه زیادی کرد. حالا ما در این 60 دقیقه‌ای که در خدمت شما هستیم قادر نیستیم که مجموعه این پژوهش‌ها رو در واقع در یک کپسول اطلاعاتی به ذهن شما برسونیم. گویی که در رابطه با اتچمنت و دلبندی و دلبستگی یه مجموعه دیگری در واقع تولید خواهیم کرد، اما در این مورد فقط این نکته رو به شما بگم که بولبی پیش خودش یک فرضیه‌ای رو در واقع تدوین کرد در ذهنش و اون این بود که گفت ببینیم آیا اگر کودک روابطش با والدین، به خصوص با مادر، یک رابطه امنی باشه که تو کودک از عشق خانواده مطمئن باشه و اگر رابطهش با اونا باز باشه و اگر رابطهش توأم با بیم و هراس نباشه و اگر مادر و پدر برای کودک اون فضایی رو به وجود بیارن که کودک از برهنگی عاطفی خودش در نزد مادر و پدر وحشتی نداشته باشه، این کودکان بعدها در بزرگسالی در رابطه با دوستانشون، رفیقانشون، همقطاری‌هاشون و در رابطه با در واقع گرفرند یا بویفرند یا دوست دختر یا دوست پسر که مقدمه آشنایی هست و سپس در روابط زناشوییشون، چه فرقی با کودکانی پیدا میکنن که در ترس و سردی و خشونت و هیجان و غیر زندگی میکنن.
بعد خب همکاران متعددی با هم همکاری کردند تا در یک طرح پژوهشی بسیار جالب، اول با نوعی از شامپانزه ها که بسیار به انسان نزدیکن، این پروژه تحقیقی رو دنبال کردن که این یکی البته از اون پروژه هاست که اومدن در سه تا قفس با سه تا مادر یا مادر مصنوعی در واقع یه تعدادی بچه میمون رو در دوره‌ای که از نظر سنی با رعایت تفاوت طول عمر میمون و حیوان، میمون و انسان، آمدن میمون‌هایی رو انتخاب کردند که برابر بود سنشون تا 5 سالگی در واقع کودکان، کودک انسان. بعد اینها رو در این سه تا قفس جای دادن. قفس اول مادر مصنوعی یا به قول آمریکایی ها دامی مام، مادر مصنوعی، یک مجسمه بود که بدنش پشمالو بود، گرم بود، نرم بود و حرکات موزون داشت. در قفس دوم یک دامی مام یا یک مادر مصنوعی بود که نصف بدنش مثل این مادر اولیه نرم و گرم و پشمالو بود، نصف دیگر بدنش سرد و فلزی. یا در یک طرح دیگه که از اینم جالب تر بود، مادر این قفس عوض می شد. گاهی یه مادر پشمالو نرم و گرم و حرکات موزون مثل قفس اول می زاشتن و بعد از چند ساعت این رو می بردن و یک مادر دیگه ای که حالا تو قفس سوم ازش حرف می زنیم اونو می آوردن. پس قفس اول مادری بود پشمالو، گرم، نرم، حرکات موزون. قفس سوم رو هم بذار مطرح بکنیم که یک مجسمه یا مادر مصنوعی بود که فلزی، سرد و سرسری و لیز. پس قفس سومی یه موجودی بود که مادر یه موجودی بود که بچه اصلا نمیخواد بهش نزدیک بشه، چون هم سرده، هم سفت و خشنه، هم سرسریه، نمیشه بهش چسبید. قفس اولی برعکس، گرم و نرم و موزون و غیره. قفس وسط رو دو جور آزمایش کردن، یکی این که مجسمه مادری رو گذاشتن که نیمش مثل قفس اول، نیمش مثل قفس دوم بود، یا مادر رو عوض می کردن، گاهی پشمالو و نرم و گرم و گاهی مثل سومی سرد و فلزی و سرسری و خشن. حالا مدت ها این بچه میمونا رو مشاهده کردن، بعد متوجه شدن که رفتارهای این بچه میمون ها با هم خیلی فرق داره. در رابطه با چی؟ در رابطه با دنیای بیرون. در رابطه با چی؟ در رابطه با خودشون توی قفس. دیدن میمون های دسته اول که از مادری گرم و نرم و پذیرنده و حرکات موزون و قابل پیشبینی تغذیه می شدن یا با اون رابطه داشتن، دیدن میمونا اولا خوش اخلاقن، خیلی مودی نیستن. در ثانی با غریبه‌ای که میاد توی قفس به اونا غذا بده، غذا بخورن، با اون یه رفتار خیلی دوستانه دارن، یعنی از غریبه وحشت نمی کنن. حتی میرن کنارش، سر و کولش بالا پایی میرن، نمی ترسن از اون. بعد دیدن بچه میمونا بین خودشون یه دعواهای معمولی دارن، اما در این حال خیلی هم نسبت به هم علاقمند هستن، خیلی هم نسبت به هم سرویس دهنده و مهربونن. یعنی چی؟ یعنی میشینن مثلا تن همو میخارونن، نمیدونم جونورای هم دیگر رو پاک میکنن، گاهی دعوا میکنن ولی بیشتر بازی میکنن، غذایی که میاد اونجا میرسه با هم تقسیم میکنن، سر غذا همدیگر رو به اصطلاح لطوپار نمی کنن. و به خصوص چیز دیگری که خیلی جالب بود اینه که وقتی که یکی از اینا یا بیحاله یا یه گوشه میشینه یا مریضه یا غیره، اونایی دیگه ازش نوعی پرستاری میکنن. بنابراین
دیدن میمون های این قفس اول موجوداتی هستند که نه بیگانه هراسند، نه منزوی هستند، نه غمگینند، نه سرد و خشن هستند و نوع مهربونی توشون هست. حالا اومدن رفتن سراغ بچه میمون های قفس آخر که مادر فلزی بود، خشن بود، سرد بود و انعطاف ناپذیر بود. رفتن سراغ اون بچه میمون ها. دیدن در این حال اینکه این بچه میمون ها آویزون میشن از این مجسمه مادری، اما مثل این که هر وقت بهش نزدیک میشن با یه حالت یأس مدتی کوتاه بهش میچسبن، بعد میان و میرن یه گوشه مینشینن. بعد از مدت ها دیدن این بچه میمون ها خیلی افسرده، منزوی و در واقع تو حال خودشون میرن. حتی موقعی که ماموری که میاد به اینا قضا میده میاد وارد قفس بشه، اینا با یک حالت حراس و وحشت یه گوشه میرن پنهان میشن، بعد با شک و تردید، یه نوعی پارانویا، بدگمانی اینا رو از دور نگاه میکنن و بعدم موقعی که میخوان برن سر قضا صبر میکنن، تکی برن. موقعی هم که دارن قضا میخورن وقتی اون یکی میاد بهش نزدیک بشه نسبت بهش خشن هستن و یه حالت پوزسیو یا تملک دارن در اینکه مواد رو برای خودشون انحصاری نگه دارن. یا بعد دیدن اینا بازی خیلی کم میکنن با هم، بعد وقت بازی خشن هستن با هم و وقتی هم که یکی از اینا گرفتار یه مصیبت و بلا میشه میمونای دیگه یا اصلا اهمیت نمیدن، نمیدونیم تو دلشون اهمیت میدن یا نمیدن. به هر حال این مهارت و این رفتارو که به سمت او بیان و به یاری او بشتابن ندارن، بلد نیستند. این دست میمون ها رو گفتن گرفتار یک نوع حالتی شبیه اسکیزوتایپال هستن، یعنی اون آدمایی که تو حال خودشونن و معمولا غمگینن و بعدم یه حالت تهاجمی دارن به هر چیزی که بخواد به اونها نزدیک بشه. اینم از این دست میمون ها. اومدیم رفتیم سراغ میمون های قفس دوم که گاهی مادر مهربون و نرم و گرم و به اصطلاح حامی داشتن و گاهی اینو می بردن، یه دونه مادر مدل قفس سوم می آوردن می زاشتن. و یا اینکه یه مادری بود مجسمه که نصفش گرم و به اصطلاح پذیرا، نصف دیگرش سرد و خشن و بیتفاوت. دیدن حال این بچه میمونای قفس وسط با اون دو دسته دیگه فرق داره و فرقش اینه که مهمترین فرقش اینه که اینا خیلی مضطرب و هیجانی هستن و یه حالت بلا تکلیفی دارن. یه حالتی هن که روابطشون گاهی خوب گاهی بده، درست مثل همون مادری که گاهی گرم و مهربون و نرم، گاهی خشن و بیتفاوته. و از مشاهده این مسئله به این نتیجه رسیدن که ویژگی ها و خصوصیات این یار اولیه کودک در نوع ارتباطات او، چه در دوران کودکی چه سپس در دوران بزرگسالی، فرق عمده‌ای داره. از اینجا بود که اهمیت تئوری های دلبستگی مطرح شد و علاوه بر این سه نوع دلبستگی تشخیص داده شد. نوع اول رو گذاشتن دلبستگی امن و باثبات، دسته سوم رو گذاشتن دسته سوم رو دوم حالا اینجا هنوز دارم صحبت نمی کنم دسته سوم رو گذاشتن نوع در واقع دلبستگی نوع انزوایی و گریزه یا avoidant، یعنی شخص اصلا دلش نمیخواد نزدیک بشه به کسی یا به او دل ببنده و اینها بیشتر تو عالم خودشون میرن. من از دلبستگی های تو با آینه دانستم که بر تصویر خود ای مه
تو عاشقتر از مایی. اینا در عالم خودشون میرن و با خیالات خودشون، با تصویر خودشون، با افکار خودشون حال میکنن. و این دسته رو اسمشو گذاشتند نوع دلبستگیشون، نوع گریزی یا اوایدنت، پرهیز و گریز. اما اومد این دسته وسطی یا دومی که گاهی مادر گرم و نرم و پذیرا و مهربون بود، گاهی که اوضاع درونی خودش خراب میشد یا از دنیا دل پری داشت، سرد و خشن و بیتفاوت و هیجانی. این دسته دوم وضعیتی داشتند که گاهی گرم، گاهی سرد، گاهی مهربون، گاهی خشن، گاهی مردم گرا، گاهی مردم گریز. و این مود یا نوسانات مود تو این دسته از همه بالاتر بود. اسم این دسته رو گذاشتن روابط مهر و کین یا love and hate یا ambivalent، دوگانه یا سردرگم. شخص نمیدونه که دوست داره دلبستگی و دلبندی پیدا کنه، یا تا میاد دلبستگی و دلبندی پیدا کنه وحشت میکنه و یه خرابکاری میکنه که اون آدم رو 200 مایل بفرسته دور از خودش تا دوباره یه ذره استرابش آروم بشه. این دسته دوم از نزدیکی و پیوند و دلبستگی عاطفی اضطراب شدیدی رو تجربه میکردن، چون احساسش این بود که این حالت ماندگار نیست، همونطوری که مادر گرم و نرم و مهربان ماندگار نبود و یک کسی دیگه سرد و بیتفاوت و خشن جای اون رو میگرفت. حالا این مطالعات اینجا داشته باشیم. پس سه نوع اتچمنت یا سه نوع دلبستگی فرم گرفت. نوع امن که بهترین ها هستند برای رابطه، نوع گریز و پرهیز که اصلا حوصله کسی رو ندارن، اینا اکثرا هم به زور بقیه سراغ ازدواج میرن و وقتی هم که ازدواج میکنن دوست دارن اون کسی که باهاش ازدواج کردن یه گوشه بنشینه نون و ماست خودشونو بخوره، به اینا کاری نداشته باشه. نهایت نوع رابطه ای هم که برقرار میکنن بیشتر جنسی سکسیه و بیشتر اجتماعی، هیچ وقت صمیمیت و نزدیکی و گفتگوگری و در واقع شریک بودن در مال هم، شریک بودن در افکار هم، شریک بودن در لحظات و اوقات هم، شریک بودن در اهداف هم، اینا رو هم تجربه نمی کنن. دسته سوم اونهایی بودند که نوع دلبستگی و پیوندشون از نوع در واقع دوگانه یا سردرگم یا اضطرابی، بهش گفتیم anxious attachment، اینا هم از نوع سوم بودن. حالا جالبه، خانم آیزنورد از همکاران نزدیک بولبی اومد این تحقیقات رو خیلی دقیق تر برد در کلینیکای کودکان و مادران و این تحقیقات رو سالها ادامه داد. از تحقیقات دراز مدت بود، ولی من اشاره کوچکی به بخشی از این پژوهش ها میکنم و اون این هست که به طور کلی خانم آیزنورد اومد گفت بذار ببینیم که این سه نوع اتچمنت در رابطه با مادر خودش رو چجوری نشون میده. اتاقی رو، اتاقای آزمایشگاهی رو که آزمایشی رو که با دوربین های متعدد فیلم برداری می شد و اتاق بازی کودکان بود، اتاق جعبه ماسه‌ای بود و اسباب بازی های کودک تون اتاق، اومد این طرح رو اینجوری پیاده کرد که اول مادر و کودک با هم وارد این اتاق می شدن
وارد این اتاق می شدن چون میخواست تأثیر این روابط رو در مغز و فعالیت‌های مغزی ببینه، چون ما میدونیم فعالیت‌های مغزی فعالیت‌های فیزیولوژیک هست که بعدها در بدن اون بیوشیمیایی خاصی رو پیدا میکنه که بعد ما در بزرگسالی گرفتار اون نوع سیمپیچی مغزی یا بیوشیمی مغزی میشیم. اومد اول مادره با بچه وارد این اتاق میشد که فیلم برداری داره میشه و مادر و بچه میشستن کنار جعبه بازی و جعبه بازی رو با هم مشغول میشدن. این دست از مادران، این دست مادر اول رو از اون دست مادرانی انتخاب کرده بودند که قادر با بچه ارتباط برقرار کنه، به بچه نگاه کنه، نگاه چشم به چشم بچه بدوزه، حرکات بچه رو با کلمه شناسایی بکنه و با بچه درگیر بازی باشه، یعنی همبازی بچه بشه و حرکات صورتش یه نوع گفتگوگری داشته باشه با بچه، حرکات صورتش یه نوع گفتگوگری با بچه پیدا بکنه. و این مادر و بچه نشستن کنار هم، بازی بین اینا شروع شد و مادر کم کم از کنار بچه فاصله گرفت. یه خورده که فاصله گرفت و این فاصله به حدی که به یه حدی که رسید، بچه یهو خودشو کشید آورد طرف مادر، مثل اینکه اون حد فاصل یا پراکسیمیتی که بچه توش احساس امنیت میکرد وقتی کم شد، بچه خودش متوجه شد که دلش میخواد نزدیکتر به مادر باشه. بعد مادر با بچه بازی میکرد و از در اتاق با بچه رفتن بیرون. بعد بار دوم مادر و بچه وارد اتاق شدن و نشستن سر بازی و مادر بعد از چند لحظه بازی به بچه گفت که من باید چند دقیقه بیرون برم و تو با اسباب بازی ها بازی میکنی، من دوباره بر میگردم. موقعی که مادر از بچه فاصله گرفت و از در رفت بیرون، بچه پشت در ایستاد و شروع کرد گریه کردن. در این هنگام که بچه ایستاد پشت در و گریه کردن، پرستار وارد اتاق شد. حالا تمام فعل و انفعالات مغزی بچه رو هم دارن از طریق دستگاهایی که وصله، الکترودهایی که وصله، میسنجن و ثبت میکنن. یک پرستار به اصطلاح غریبه‌ای وارد اتاق شد و بچه وقتی این پرستار غریبه رو نگاه کرد، یه نوع غریبگی کرد و پرستار با بچه با بیان خوب و چهره بشاش و حرکات ملایم دست بچه رو گرفت بیاره سر بازی و بچه اومد نشست. یه لحظه کوتاه سرش گرم شد ولی دوباره فیلش یاد هندسون کرد، بهانه مادر رو گرفت، رفت پشت در. این بار که گریه کرد، مادر وارد اتاق شد و بچه مادر رو که دید، یه لحظه به اصطلاح یه حالت گلمندی، یه حالت گریه کوتاهی با مادر کرد و رفت بغل مادر. وقتی هم که رفت بغل مادر، مادر و بچه اومدن کنار پرستار، بچه دیگه اون وحشتی که از پرستار داشت نشون نداد و حالا دیگه خاطرش جمع شد که بغل مادرشه، شروع کرد با پرستار نگاه کردن و خندیدن. این نوع ارتباط رو گفتن ارتباط امن. جالب اینه که وقتی بچه مادر برگشت، دیدن بچه اضطرابی که درش فرم گرفته بود از بین رفت، اضطراب درش از بین رفت. بنابراین مادر غیبتش برای بچه مهم بود ولی بازگشتش به بچه آرامش داد و بیگانه حراسیش هم نسبت به اون غریبه از بین رفت. حالا همین آزمایش رو عیناً من تکرار نمی کنم، با بچه و مادری کردند
که مادر به طور طبیعی، چون میدونید در آزمایش هایی که با انسان میشه نمیشه در واقع انسان رو آموزش داد رفتارش رو طوری تنظیم کنه که انسان دیگه آسیب ببینه، بنابراین این کیسا رو طبیعی انتخاب کرده بودن. یعنی این مادر دومی طبیعتاً یه مادری بود که تو حال هوای خودش بود. این مادر با بچه اومد تو اتاق بازی، بعد نشسته بود اونجا و مادر تو فکرهای خودش بود، تو فکر و خیالهای خودش بود، که اتفاقا تو زنهای شرقی هم خیلی این دیده میشه، به دلیل اینکه زن اینقدر تأمین اجتماعی نداره، اینقدر در رابطه با مردش نگرانی داره، اینقدر حرمت و حقوق فردی نداره که اکثرا غمگینه و وقتی غمگینه افسرده است تو عالم خودشه. این مادر اومد با بچه تو اتاق و در نتیجه نشستن که بازی کنن. بچه هی بازی میکرد، هی اسباب بازی رو در میآورد، از تن مادر بالا میرفت، اسباب بازی رو به مادر نشون میداد و مادر هی فقط با یه کلمات غیر معناداری همین که آره آره میبینم، بازی کن بازی کن، خب بشین بازی کن دیگه، حالا اینجا که اسباب بازی اینقدر هست خب بشین بازی کن دیگه، نمیخواست درگیر بشه با بچه، خودش قادر نبود که هم بازی بچه بشه، حرکات صورت بچه رو ببینه، چشم به چشم بچه نگاه کنه و اون حالت دلبندی و دلبستگی رو از طریق بازی و از طریق نگاه با بچه نمیتونست نگه بداره. وقتی که یه ذره از بچه فاصله گرفت، بچه هیچ واکنشی نشون نداد، هیچ واکنشی نشون نداد و بعد مادر از اتاق بلند شد رفت بیرون. از اتاق بلند شد رفت بیرون، این بچه با وحشت بسیار رفت پشت در و برای مادر به اصطلاح بیتابی کرد. درست با همون دقیقه فاصله پرستار اومد تو. پرستار که اومد تو، این از پرستار اینقدر وحشت کرد که گریه هاش بیشتر شد و هر چی پرستار خواست با اون وارد بازی بشه، اون اولی چند لحظه بازی کرده بود بعد فیلش یاد هندستون کرده بود، این اصلا پرستار رو به هیچ عنوان نپذیرفت و هیچ نوع ارتباطی برقرار نکرد، پشت در موند و ناله زد تا اینکه بالاخره مادر وارد شد. جالب اینه که وقتی مادر وارد شد، بچه به مادر نگاه کرد، یک نوع به اصطلاح قهر کردن با مادر رو نشون داد و مادر اومد باهاش نشست توی اتاق دوباره سر همون جریان بازی، منتها دستگاه‌هایی که ثبت می‌کرد این هیجان‌های کودکان رو دید که این هیچ نوع از اضطرابش کاسته نشد. یعنی به عبارت دیگه ورود مادر اون رو آرام نکرد و با پرستار هم ارتباط برقرار نکرد و نسبت به حضور یا عدم حضور مادر هر دو اضطرابش در یک سطح بود. بنابراین این هم یک دسته دیگر بود. بله، این دسته سومی رو مورد چیز قرار دادن که این دسته سوم در واقع بچه هایی بودن با مادرهایی که می آمدن، این مادر و بچه ارتباط با هم خیلی داشتن، اما مادر در واقع در حال و هوای دریافتن بچه نبود، خودشو در اختیار بچه نگذاشته بود، بلکه خودشم مثل بچه نوسانات روحی تند و تیزی رو در هنگامی که در کنار بچه بود تجربه می کرد و این دسته که در واقع با هم بازی می کردن، مادر و بچه با هم بازی می کردن، مادر یه زمانی با بچه در ارتباط بود و ولی حوصله‌اش سریع سر می رفت و بچه
متوجه میشد که دیگه در واقع مادر قسمتی از اون بازی نیست و بعد مادر هیجان زده میشد و بعد به بچه میگفت خب بشین دیگه، چی میخوای دیگه، نمیدونم، بازی تو بکن دیگه، حالا فلان. بعد علامت میدادن به مادر که مادر از اتاق بیرون بره. وقتی بیرون میرفت بچه بیتابی بسیاری میکرد، پرستار میمد، پرستار با مادر، پرستار با بچه تلاش میکرد ولی ارتباط برقرار نمیکرد، تا بالاخره مادر وارد میشد و موقعی هم که مادر وارد میشد میدیدن که بچه به مادر میچسبه و هر چی مادر دلش میخواد که بچه رو زمین بذاره و بچه دوباره برگرده به بازی برگرده به بازی شد. و بعد جالبه که دیدند این بچه هم با ورود مادر آرامش تجربه نکرد. این آزمایشایی رو که خانم آیزنورت انجام میداد در واقع مکمله ای بود بر یافته های بولبی. که حالا ما اگر بخوایم خیلی خلاصه، خیلی سطحی به این مسئله اشاره کنیم، باید اینو بگیم که روابط ما انسان ها با مادر و پدر در درجه دوم از بچگی و در 5 سال اول عمر شکل میگیره. در اون 5 سال اول عمر هست که ما به یکی از این نتایجی که گفتیم الان میخوایم ذکر کنیم میرسیم، یا به این نتیجه میرسیم که دنیای بیرون دنیایی است مهربان، گرم، حساس به نیازهای من، به من توجه داره، از من حمایت میکنه و من میتونم بهش اعتماد کنم، به اصطلاح تراست کنم، بهش اعتماد بکنم و چقدر خوبه که آدم با این دنیا در ارتباط باشه. خب دنیا، مردم دنیا رو هم در بر میگیره دیگه. در نتیجه آدم موجودی میشه که به اصطلاح قدیمی ها خونگرم، انسانی میشه که از هر فرصتی میخواد استفاده کنه با انسانهای دیگه رابطه داشته باشه و این روابطش هم گسترش بده. و روابط یه فشاری بر دوش او نمیگذارند، بلکه از فشاری از رو دوش او بر میدارند، فشاری از رو دوش او بر میدارند. به عبارت دیگه رابطه میشه یک ثروت عاطفی. این دسته از موجودات دارای روابط و دلبستگی های امن هستند و دلبستگی های امن چه در کودکی، چه در واقع نوجوانی و بلوغ و چه در دوران بلوغ و پختگی سبب میشه که انسان از بودن در کنار انسان های دیگه لذت و حظ میبره. و اگر رابطهش یه گرفتاری پیدا بکنه، با اعتمادی که به اون طرف داره به حلش میپردازه، به گفتگو میشینه و در واقع توجه داره به کیفیت و نوع ارتباط. دسته دوم کودکانی هستن که یا با مادران بیمار، مادران افسرده، مادرانی که تو عالم خودشون هستن، یا مادرانی که اصلا فرزند نمیخواستن و اینها از نظر عاطفی یک نوع در واقع کرخی و یک نوع کمای عاطفی دارن. بچه در چنین دنیایی درست مثل میمونهای قفس سوم کم کم هرچی تلاش میکنه با مادر ارتباط برقرار کنه و نمیشه، کم کم به این نتیجه میرسه که دنیای بیرون جایی که منو بفهمه، مشکلات منو حل کنه، منو دریابه، منتظر من باشه، حامی من باشه، امنیت بخش من باشه نیست. در نتیجه اینا عطای دنیا رو به لقاش میبخشن. حالا اگر طبق عادت سنتی، اگر طبق نیازهای جنسی میرن ازدواجم میکنند یا نمیدونم به کسی هم دلبستگی پیدا میکنند، اون باز ربطی به این نداره که اینها از اون رابطه اولا چیزی میخوان و سپس در اون رابطه حاضرن سرمایه گذاری کنند و از اون مهمتر قادرند به کیفیت ارتباطی این رابطه بیافزایند و آیا اهمیت میدن که این رابطه اصلا باشه یا نباشه. این هم از این دسته سوم. دسته دیگر گروهی هستند که رابطه رو میخوان به دلیل اینکه بعضی وقتا خوب بوده، مادری که گفتیم گرم و سرد،
یا حاضر و غائب، یا مهربان و خشن، یا ملایم و تند، یا آرام و طوفانی. این نوع مادرها که نوسانات عاطفی تند و شدیدی دارن، مثل مادرهایی که گرفتار پاره‌ای از بیماری‌های روانی هستن، مادرهایی که مودی هستن، مادرهایی که تشنجات زندگی درشون بالاست یا اضطراب شدید دارن، اینا اون دسته سومی میشن که در کودک انسان و سپس در میانسالی و بزرگی موجوداتی میشن که از یه طرف رابطه رو میخوان، در نتیجه به سمتش میرن، اما از یه طرف دیگه وحشت دارن، در نتیجه اونجوری تو رابطه میرن که زره خود خودشونو، جوشن خودشونو، جلیقه ضد گلوله خودشونو میپوشن و میرن جلو تو رابطه، اما با دقت و حساسیت بسیار دنبال علامت‌های کوچیکی هستن تا قبل از اینکه اوضاع خیلی خراب شه از رابطه بزنن بیرون. در نتیجه با اضطراب و تشویش توی رابطه میرن. این دسته هم وحشت بسیاری از طرد شدن دارن، لذا اگر کوچکترین نشانه ای از طرد شدگی رو ببینن، خودشون زودتر اون طرف رو طرد میکنن قبل از اینکه طرد بشن. اینا افرادی هستن معمولا مضطرب و گفتم اشتهای زیادی برای رابطه دارند، اما ابزار حفظ رابطه، تقویت رابطه، زیستن در رابطه، کیفیت‌های ارتباطی رو ندارن، مکانیسم‌های دفاعی متعدد بین اونها و کسی که میخوان باش رابطه برقرار کنن ایستاده. حالا شما مجسم کنین این سه گروه با سه نوع دلبستگی بزرگ میشن، کم کم وارد رابطه میشن، یه رابطه رسمی هم زناشویی دیگه. شما فکر کنین هر کدوم اینا با چه نوع جهیزیه عاطفی وارد رابطه میشن. اون وقت عجیب نیست که ما مکرر از انسان‌ها میشنویم در زناشویی، میگه من هر چی دلم میخواد که به این نزدیک شم، همه سفره دلم رو باز میکنم، همه اسرار خانوادم رو میام به این همسرم میگم، اون هیچ وقت به من اعتماد نمیکنه، همیشه کاراش یواشکیه، بریف کیسش رو قفل میکنه، همیشه من از دیگران میفهمم تو کارش چقدر پول درآورده یا چقدر پول باخته، همیشه به اصطلاح یه فاصله ای با من داره و وقتی هم که میام بهش نزدیک بشم بد اخلاق میشه و اضطراب پیدا میکنه و میگه چرا اینقدر به من میچسبی، چرا اینقدر پیله میکنی، ولم کن، ازدواج کردم دیگه، اسیر که نشدم، زندانی که نشدم. و میگه من هی دلم میخواد که صمیمیت برقرار کنم و او هی از این صمیمیت میگریزه. عجیب نیست که وقتی تو اون اتاق از به اصطلاح افرادی میشنویم که اصلا همسر من مثل یه کوه یخه که هر چی میخوای بیاریش تو رابطه، هر چی میخوای گرم بشی باهاش، هر چی میخوای در واقع یکی بشی باهاش، این دم به تله نمیده و اصلا جز یه مواقعی که تو تخت خوابیم و اونم به یه شکلی که آدم بیزار میشه از اون نوع رابطه، از من به عنوان یک اسباب بازی سکسی استفاده میکنه و بعدم بلا فاصله پشتشو میکنه به من و میخوابه. و صبحشم که من مثلا اگر بخوام خودم رو یه ذره لوس کنم به اعتماد اون رابطه ای که جسمم رو باهاش در میون گذاشتم، دوباره میبینم همون آدم سرد بی تفاوت هزار کیلومتر از من دور هست. و باز عجیب نیست که از افرادی در اون اتاق میشنویم که من هرگز نتونستم بفهمم شوهر من کیه، یه روز، یا زن من کیه، یه روز گرم صمیمیه، قربونت برم بیا با هم بریم اینجا فلان و اینا، یه روز دیگه که من میام برم سراغش ولم کن، چی از جونم میخوای، چرا مثل کنه به من میچسبی، چه گناهی کردم، چه غلطی کردم.
و به خصوص این که میگه هر وقت که من میام فکر کنم که ما دیگه داریم به هم نزدیکتر میشیم، دیگه یه نوع پیوندی داره، روحم قلبم باهاش میخوره، یه کار عجیب غریب میکنه که من دوباره 100% ازش جدا میشم و به خودم میگم دیگه این دفعه غلط میکنم اگر من به این آدم بخوام نزدیک بشم. ولی یه مدتی که میگذره دوباره میاد میگه چرا از من فاصله میگیری؟ خب بیا با هم حرف بزنیم، ولی از یه حرف به حرف دوم کارمون به جنگ میکشه. بنابراین جهیزیه عاطفی که ما از دلبستگی و پیوند اولیه در زندگی کودکیمون با خودمون آوردیم، معمولا اگر در بزرگسالی چه از طریق روان درمانی و روانکاوی، چه از طریق تلاش ها فی فردی و خودسازی و خودشناسی نیاموخته باشیم، همون رابطه ای رو که توش بزرگ شدیم و تجربه کردیم به خانواده خودمون میاریم، به خانواده بزرگسالی خودمون میاریم و این حلقه معیوب خودش رو تکرار میکنه. معمولا یکی از دلایلی که ما میگیم زن و شوهر حداقل 6 ماه قبل از اینکه وارد فاز ازدواج بشن با هم رابطه داشته باشن، گفتگو داشته باشن، به دبستان عاطفی داشته باشن، به خاطر همینه که ببینن آیا این دو موجود می توانند اون فضای امن عاطفی که رابطه زناشویی توش باید رشد کنه و دلبستگی و دلبندی امن به وجود بیاد، آیا هست یا نیست. و بسیاری از مواقع علائم خودش رو از ابتدا نشون میده، ولی ما خودمون رو گول میزنیم، به خصوص اگر تومه ای که به دست آوردیم و شکار کردیم چیز به اصطلاح تحفه ای باشه، و این تحفه ها یعنی این که یه جایزه یا یک تروفی باشه. مثلا برای خانم ها مرد های قدرتمند، ثروتمند و خوب صورت، برای مرد ها زنای زیبا و خونگرم و مهربان یا مهرورز، و به خصوص کسایی که خیلی آتش در وجودشون دیده میشه، یه گرمی آتش در وجودشون دیده میشه. اینها معمولا اون در واقع شکارهایی هستند که آدم انقدر شیفتشون میشه که اون علائم ناخوشایندم که میبینه چشمشو رو اونها میبنده. منتها اشکال بر سر اینه که چشمو در ابتدای رابطه تا قبل از به دست آوردن اون جایزه میبندی، ولی بعد از این که جایزه رو به دست آوردی، اون وقت یه مدتی که گذشت، علاوه بر این که چشمت باز میشه، هر چقدر جلوتر میره یه ذره‌بین درشت نما هم روی چشمت میاد، و اون وقتی که سر ناسازگاری های زناشویی باز میشه یا این ناسازگاری ها خودش رو نشون میده. از ویژگی هایی که ربط پیدا میکنه به دلبستگی های امن، مسئله وفاداری و دلسپردگی های متعهدانه است به همسر. یک به اصطلاح نظریه بسیار محکم با پشتوانه پژوهشی سنگین ادعا میکنه که اصولا در واقع بیوفایی و خیانت در زندگی های زناشویی برمیگرده به دلبستگی ها و دلبندی های ناامن و اضطرابی در دوران کودکی، و نوع دیگرش روابط اوویدنت یا پرهیز و گریز. چرا؟ به دلیل اینکه کسی که پرهیز و گریز داره، وقتی که فکر میکنه داره با این موجود که اسمش همسر نزدیک میشه و در اثر حالا یا سالها زیستن یا در اثر تلاشایی که طرف مقابل میکنه میخواد نزدیک شه، بهترین دیواری که میتونه بسازه و بیاد بالا که اون صمیمیت در بطن خودش از بین بره و یا کشته شه، اینه که یک نفر دیگری رو وارد رابطه میکنه و خیانت یا اینفیدلیتی آغاز میشه.
کسانی که دلبستگی های امن دارن چون قادرند رابطه و دلبستگی رو هی عمق بیشتری ببخشن، دیگه احتیاج به تنوع ندارن، چون رابطه خودشون هیچ وقت تکراری و کسل کننده و ایستا نیست، بلکه صمیمیت هی عمق پیدا میکنه و دو نفر هی لایه های جدیدی از وجود همدیگر رو کشف میکنن، چون هی به هم نزدیک میشن. در حالی که در کسانی که قادر نیستند این صمیمیت و نزدیکی و دلبستگی رو عمق ببخشن، هست که رابطه کسل کننده میشه، رابطه تکراری میشه، حوصله‌شون سر میره. این اونایی هستن که میان تو اون دفتر میشینن و میگن آخه خانم دکتر، آدم اگر یه عمر چلو کبابم بخوره دیگه دلشو میزنه. بنابراین یک نواختی سبب شده که من به سمت خیانت رفتم یا شیطنت‌ها یا دلگی‌های جنسی. در حالی که اینطوری نیست، رابطه‌ای که دلبستگی و پیوندش عمیق باشه در خودش هی تازگی پیدا می‌کنه. هر زمان نو می‌شود دنیا و ما بی‌خبر از نو شدن اندر بقا. وقتی ما خودمون ایستا هستیم نو نمی‌شیم، نو شدگی رابطه رو نمی‌بینیم. و الا رابطه می‌تواند دائم تازه و به اصطلاح جدید باشه اگر هی صمیمیت توش بالا بره، میزان صمیمیت توش بالا بره و رشد کنه. لذا یکی از ارتباطاتی که برقرار میکنن بین دلبستگی های ناامن خیانت هست، خیانت و خیانت دیدگی که در زندگی های زناشویی یکی از ویرانگرهای شناخته شده هست. به خصوص بسیاری از پژوهش‌ها نشون میده مردها خیانت دیدگی رو تقریبا فراموش نمی کنند. در نتیجه رابطه به سمت مرگ و نابودی خودش میره. یکی دیگه از ویژگی هایی رو که می شود از دلبستگی های امن در واقع در نظر گرفت این هست که شخص نسبت به تغییرات فیزیکی، یعنی پیر شدن یا تغییر شکل دادن یا نمیدونم سفیدی مو یا چروک رو صورت و غیره، هم اونقدر حساس نیست، به دلیل اینکه به اون شکلی مرحله مایی رو تجربه کرده که دیگر محبوب او، همسر او، کسی که با او در رابطه هست بیرون از او زندگی نمی کنه که این دائم ذره بین بذاره و ویژگی هاشو ببینه، بخشی از وجود خود او هست. لذا این مرحله ای که دانیل سیگل بهش مرحله آسنس یعنی مایی، و مایی یک مرحله ای که اتفاقا تغییرات و ویژگی های خاص نورولوژیکی هم داره، یعنی دو نفر وقتی اون حالت پیوند رو با هم تجربه میکنن، ارتباطات سلول های مغزی هم به یه شکل دیگری خودش رو نشون میده، به خصوص در قسمت مغز پیشانی و پریفرانتال کورتکس. جالب اینه که بسیاری از پژوهش ها نشون میده که بچه هایی که روابط امن تجربه میکنند یا دلبستگی هاشون از نوع سکیور اتچمنت هست، این بچه ها نگارهای مغزیشون زیر دستگاه فانکشنال امارای یا دستگاهایی که عملکرد مغز رو در حین عمل نشون میده، میبینن به شکلی هست که ما بهش میگیم mature processing of emotion، یا در واقع تجزیه و تحلیل بالغتری از حالات هیجانی و عاطفی. در حالی که کسانی که بچه هایی که حالت اضطرابی دارن و حالت دوگانه مهر و کین تجربه می کنند، نوع واکنششون به محرک های محیطی از نوع هیجان های خامه. جالبه که بدونین در بزرگسالی هم همینه، زن و شوهری که ارتباطشون یا همسرانی که ارتباطشون با هم از نوع امنه، اینها
تحملشون و در واقع ترشهولد یا گنجایششون، ظرفیتشون برای روبرو شدن با تفاوتها، تضادها، اختلاف نظرها و حتی ناخوشایندی های طرف مقابل خیلی بالاتره، چون میتونند یک وضعیتی که ناخوشاینده تحمل کنند و بعد به او پاسخ مناسب بدن در زمان مناسب. در نتیجه چون خیلی غیر قابل کنترل و خودانگیخت و بی صبرانه واکنش به تفاوت‌هاشون و اختلافاتشون و مشکلاتشون نمیدن، رابطه آسیب کمتری میبینه یا اصلا نمیبینه. در حالی که کسانی که هیجانی هستن یه چیزی میگن، یه کاری میکنن، بعد پشیمونی به وجود میاد. لذا بسیار بسیار مهمه که ما نقش دلبستگی و دلبندی رو در دوران کودکی اهمیت بهش بدیم. اگر قرار مادر و پدر بشیم، یاد بگیریم که چگونه با بچه ارتباط برقرار کنیم که او به سمت ما بیاد، به سمت ما بیاد نه به خاطر بدنی، به لحاظ روحی، و پیوند با ما رو یک پیوند امن بدونه و پیوندی بدونه که او رو محافظت میکنه، او رو در واقع مراقبت میکنه، حال او رو در میابه، به احساساتش پاسخ مثبت میده و یار اوست، زوج همزیگر اوست در این مسیر رشد، چون او همین تجربه رو میبره بعدها در زندگی بزرگ سالیش و به کسی که در برابر او قرار میگیره اینگونه نگاه میکنه. جالب است که بدونید عشق به معنی واقعیش، نه به معنی جاذبه های جنسی و نه به معنی وسواس های در واقع عاطفی، عشق به معنی واقعیش در میان کسانی رخ میده که تجربه دلبستگی ها و دلبندی های امن رو دارند. و برعکس، وسواس و در واقع اینفچویشن، هوسرانی های تند و تیز، هوس بازی های تند و تیز و اعتیاد، چه به مواد مخدر چه به روابط، نوعی که شخص دیگر رو به صورت گروگان خودش میخواد در بیاره، کنترل کامل رو او داشته باشه، اضطراب زیاد تجربه کنه وقتی که او میخواد فاصله ازش بگیره، از انواعی هست که ما بهش میگیم در کودکی تجربه دلبستگیشون توأم با اضطراب بوده و تشویش بوده و نوع به اصطلاح دوگانه و سردرگم. و گروه دیگری که اصولا زیستن باهاشون مثل زیستن با یک بیگانه است، از گروه‌هایی میان که نوع ارتباط دوران کودکیشون همون پرهیز و گریز بوده یا اوایدنت بوده یا انزوایی بوده. جالبه که باز بدونین در میان این دسته، در میان اوایدنت ها، میزان الکلیسم یا گرایش به الکل یا مواد مخدر هم بالاتره. بنابراین جالبه که بدونید دسته اول کمتر اعتیاد، چه اعتیاد به رابطه چه به مواد دیگه، و کمتر رابطه از نوع در واقع چسبندگی متقابل یا وابستگی دارن به جای دلبستگی و به جای همبستگی، در حالی که دو دسته دوم یعنی مضطرب ها، دلبستگی های اضطرابی و اوایدنت ها یا پرهیز و گریز، اونها بیشتر گرفتار اون نوع دیگری رابطه میشن. جالبه که این رو خدمتتون بگم که
تحقیقات بسیار نشون میده بچه هایی که در دوران کودکی ارتباطات امن و دلبستگی های با محتوا و امن رو تجربه می کنند در بزرگسالی طاقتشون، طاقت روانیشون، بنیه روانیشون برای تحمل دشواری های زندگی به مراتب بالاتر از دو گروه دیگره. بنابراین دلبستگی های امن یک نوع واکسیناسیون عاطفی هست در برابر شدائد عاطفی یا مصیبت های عاطفی یا وقایع ناخوشایند عاطفی. به هر حال امیدوارم در هر کجای جهان که من رو میبینید یا میشنوید خوش باشید، سلامت باشید. با هم میآموزیم و این آموزش ها رو به کار میبریم تا برای نسل های آینده والدینی سالمتر و کاراتر باشیم. روز و روزگار به شما خوش.